تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظتشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد. متاسفانه موفق شد. چیزی که شمخانی از آن حرف میزند یک حفره نیست، یک گودال عظیم است که وقت عمل عمق آن معلوم میشود. حالا سوال این است که دستگاه‌های امنیتی در نظام ولایی فقط زورشان به مردم بیدفاع، کارگران هفت تپه و هواپیمای مسافربری اوکراین میرسد یا عرضه مقابله با تهدیدات خارجی را هم دارند؟ مرد هزار چهره و مرموز هسته‌ای که سران نظام دارن قهرمان ملی معرفیش می کنن کسیست که در فساد اقتصادی هم سابقه درخشانی دارد. عقد قراردادهای واردات و کارتل اقتصادی خانوادگی فخریزاده لکه ننگ دیگری است که زمینه جنگ افروزی اوست. در روزهایی که مردم ایران با تأخیر در صفهای طویل خرید مرغ صبح را به شب میرسانند، فخریزاده ها با اختلاس و دزدی از جیب همین مردم آتش جنگ و نفرت را در منطقه شعله ور می کنند و بعد از مرگشان تبدیل به چهره ملی می شود. کودک جنوبی و بلوچ و کرد و لور و ترک برای تهیه گوشی ساده هوشمند خودکشی می کند و عرصه برای جولان سلیمانی ها و فخریزاده ها تبدیل به قهرمان پروری می شود. حالا باید نشست و دید که انتقام سخت رژیم اسلامی از چه جنسی خواهد بود؟ آیا با همان وسواس و التماس پایگاه عین الاسد دوباره رخ می‌دهد یا همچنان طرح حسینی شدن کاخ سفید در دستور کار خواهد ماند؟ لابلای رفتن این و آن هم مردم همچنان زیر چرخ کمرشکن زندگی محتاج نان شب می‌شوند و شعار مرگ بر آمریکا و نابودی اسرائیل از بیانات آقا نمی‌افتد. اوضاع تلخ مردم شبیه نمایش سلطان مار بهرام بیضایی شده، جایی که وزیر با تحکم به داروغه میگوید جناب داروغه راست است که اموال مردم را به زور گرفته اید؟ داروغه میگوید نه خیر قربان، این خود مردم بودند که اموالشان را به زور پیشکش کردند.